شرلوک هولمز is here. خودمو میگم زر میزنم بگه نه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه راجع به همون معماهایی که میدیدیم همیشه، معماهای شرلوک هولمزی. این بار با چه عنوان؟ با عنوان 12 best riddles to twist your brain. 12 معمایی که ذهنتو تویست میکنه، پیچش میده، میپیچونه، تیلیتش میکنه، این کارا رو میکنه دیگه. خواهیم بریم با هم ببینیم از کانال 7 second ویدیوز که دستشون درد نکنه، برای من هر روز کپی رایت میزنن، خدا خیرشون بده. خیلی خیلی واقعا خوبه، ولی خب انقدر ما پر رویم که باز اومدیم اینجا رو کن. آره دیگه، امیدوارم که بتونم باهوشم، شما با من جواب بدید و امیدوارم بتونم معما رو به درستی حل کنم. نمیدونم نصفشو میتونیم حل کنیم، فعالش مهم نیست، میریم حل میکنیم به جایی که بشه. شد نشد ولش کن بریم. نریم، لایک کامنت سابسکرایب بزن بعد بریم. خب اولی معما، leaving the office in the evening. خانومه داشته در عصر ادارهش رو ترک میکرده، محل کارش. Then I said goodbye to her. College Alex چیه؟ کالجی مثلا هم دانشگاهی منظورش، نمیدونم. خب Lana spent a wonderful evening with her friends and was about to go to bed. میگه که لانا عصر خیلی خوب با دوستاش گذرون و داره میره که بخوابه. Then she got an interesting message from Alex. میگه یک پیام جالب از الکس میگیره، همون پسری که دیدیم داشت سیگار میکشید. Alex: Hey Lana, you're probably sleeping but I can wait till the morning. میکه آنا احتمالا داری میخوابی ولی من نمیتونم تا صبح صبر کنم، ببینیم چی میخواد بگه شیطون. Would we have dinner tomorrow? میگه میشه فردا نهار بخوریم با هم؟ خوشحال شد. خب این فرداست. Alex was waiting for her outside after work. بعد از کار بیرون منتظرش بود. خب Alex به شدت سیگار دوست داره. They had a great time and decided to walk over Lana's house. یه تصمیم گرفتن که تا خونه لانا برن. انگار Oh you're cold, take my jacket. لانا میگه تو سردته، کت منو بگیر. Alex took Lana home and left. Alex لانا رو میبره خونه و میره. They met back at work in the morning. صبح دوباره تو سر کار همدیگر میبینن، هم اداره این با هم کارن. Hi Alex, here's your jacket. Thank you for the lovely evening. ممنون به خاطر عصر دلانگیزمون، کتشو بهش پس داد. 2 days later Alex was found dead in his apartment. واو، دوستان پلیسی شد و وقتشه که شرلوک هولمز تاکسی هولمزتون بیاد تو کار. 2 روز بعدش Alex مرده در آپارتمانش پیدا شد. خب قشنگ فهمیدم چرا. پلیس کانفرم هیز دد از یه پلیس گفتش که این بر اثر خودکشی مرده، نه خودشو کشته، ولی دختره کشته. الان میگم چرا. But it was a murder. ولی یه قتل بوده. How did Lana kill him? لانا چجوری اونو کشت؟ بعد اینو بگیم. خب لانا کیل خودش گفت لانا کشته. بعد زیر اصلا قبل اینکه این بگه خودم فهمیدم. حالا بعد جواب بدیم البته. خب با تایمر که کاری نداریم. ببین بچه ها، وقتی کتو داد لانا ببره، جعبه سیگارش به شدت واضح تو کتش بود. لانا رفته و اون تو جعبه سیگاره یه زهری گذاشته یا یکی از سیگارا رو مصدوم کرده و این سیگار کشیده به شدت سیگاری بوده و مرده. جوابو بیار حالا. بله. She added poison to his cigars. به سیگارش زهر زده. این از این. بریم سراغ معمای بعدی. In one city children start disappearing. میگه توی شهری کودکان شروع کردن به گم شدن. مثل فیلم ایت. دیدی ایتو؟ دیدی یا نه؟ دیدی ایتو یا نه؟ دلغه که ایت. Pennywise. برو تو کامپیوتر بنویس ایتو دیدم. برو کامنت بنویس ایتو دیدم. اگه نریدی برو تو کامنت بنویس ایتو نریدم. برو بنویس. برو بنویس فیلم ترسناک دوست داری نه. برو کامنت بذار. برو کامنت بذار. خب in the preschools. Preschools چیه؟ preschool چیزه، پیشوستانه دیگه. It was Irma who worked as a babysitter. میگه این خانم ایرما به عنوان یک لله بچه یا همون پرستار بچه کار میکنه. خب هیچکس هیچ وقت نتونست اونو بگیره. خب میگه پس اون بین مدارس مختلف حرکت میکرد، بچه ها رو کیدنپ میکرد، بچه ها رو میدزدید. اون بین مدارس مختلف میرفت و بچه ها رو میدزدید. و هیچکس نتونست پیداش کنه ایرما رو. ایرما پرستار بچه بوده که میرفته بچه میدوزیده. خب ایرما has just got a job in a new school. میگه ایرما توی مدرسه جدید مثل همشه شغل داشته بود. خب who will she kidnap؟ اون کیو میدوزده؟ میگه آنا آنابل. پر واضحه که یه گاوم بیار اینجا جواب این درست میده. آنابل رو میدوزده. الان میبینم اشتباه گفتم. چرا آنابل رو میدوزده؟ بچه خیلی ساده است. شاید فکر کنی من خیلی باهوشم. خب درست فکر میکنی، ولی این سوال ساده است. ببین ایرما رو نشون میره همون پرستاره، اینجا چی خال داشت. الان دقیقا آنابل اینجا چی خال داره. من فکر میکنم اون دنبال بچهش میگرده و این بچه خالداره رو میدوزید تا بچه خوش پیدا کنه بالاخره. به نظرم آنابل رو میدوزید. بریم جواب بگیریم. آنا is difficult to kidnap because of the dog. میگه دوزیدن آنا سخته چون سگ داره. خب میگل is too loud. میگل خیلی صداش زیاده، گریه میکنه، زایه میشه. خب آنابل is shy and looks like ایرما. میگه آنابل شبیه ایرما و خیلی لاتیو ساکته، پس آنابل رو میدزدید. چی ویل کیدنپ آنابل؟ خب درست گفتم، ولی دلیلشون خاله نبود. چی یک دلیلش شباهتش بود، ولی بیشتر منظورشون بود که اون ساکته و این چیزاش دقت نکردم من. ولی خب درست گفتم، آنابل رو میدزدید. حس شیشه مامم شرلوک اصلا. ایرما رو گرفتیم. بریم. میگه که تمام رانندگان وسایل نقلیه مثل اتوبوس و اینا داشتن اعتراض و اختشاش میکردن و حالا نمیدونم به چی راننده اتوبوس و اینا منظورش. میگه و زندگی در شهر متوقف شده بود، چون وسایل نقلیه عمومی نباشن به فنا میره شهر.
مثلا شهرهای شلوغ مثل تهران و اینا. مثلا یه توی یکی از مدارس بچه‌ها معلم خودشون خانم آدامز رو مرده پیدا کردن. خانم آدامز، خب بذار من به بچه‌ها دقیقاً دقت کنم. تا هر بار که بیشتر دقت کنم بیشتر ریدم، ولی تا حالا که درست جواب دادم. خب این معلمش که مرده، میسیس آدامز سانس ونس تو سیم اسکول، بچه همون خانم معلمم هم تو همون مدرسه بوده بچه‌ش. میگه که همه بچه‌ها به اون حسودیشون می‌شده. بچه خوشگل بوده دیگه. خب میگه نه، به خاطر اینکه همیشه مادرش بهش بهترین نمره رو میداد. چون مادر خودش بوده معلم، مثلا همیشه بهش A میداد، 20 میداد همیشه بهش. چیزی خوب. خب دتکتیو arrived at the crime scene. خاراگاه اومد، یعنی من کارگاهم. خب اومد تا از تمام دانش آموزای خانم آدامز بازجویی کنه. مایک گفته که من در کافتریا بودم، داشتم میتخیدم و کوفت میکردم. خب رابرت میگه که من داشتم با پدرم مادرم توی حیات مدرسه خدافظی میکردم. خب تو هم دلیلت موجه، اوکی. بری میگه که من دستشوری بودم، اوکی، موجه دیگه، آدم انش میگیره. الکس میگه که من تو راه مدرسه بودم با اتوبوس. دروغ مرزه بودی با اتوبوس؟ الکس میگه دروغ مرزه بودم با اتوبوس. زر میزه مثل سگ داره دروغ میگه، مثل سگ. چرا داره دروغ میگه؟ آقا مثل سگ داره دروغ میگه. چه گفتیم که واسه اول محمد گفت چیزای وسایل نقلیه ها، راننده های وسایل نقلیه عمومی اغتشاش کرده بودن و شهر متوقف شده بود. دروغ میگه الکس، سگ دروغ میگه. الکس قاتل، کثافت آشغال. الکسو گرفتم، الکسو گرفتم، من کارگاه واقعی منم، الکسو گرفتم، کثافت گرفتم الکس. آخه آنا هم میگه من توی حیات داشتم با عروسکم بازی می‌کردم. چو 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 پیشیه این جوجوهای جوجوه، ولی موجهه دیگه. الکس کس خانم آدامز، 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 خانم آدامز که خانم آدامز رو کشته. الکس، الکس کثافت جواب بده. All drivers were sucks and drivers were not bosses. هوش، هوش. الان تو تصویر داره هوش میپاشه، اسمارتنس اینجوری میاد نمیاد، نه ببخش نمیاد. معمای بعدی بیشه به چشمهای تیز من مربوط میشه. فقط کافیه که دیر رو پیدا کنیم. دیر میشه find the deer. دیر میشه گوز یا آهو. گوز اونا شاخاش پشت درخت نی بابا، هر گوسفند نمیتونه تشخیص. سمت راست این درخت قرمزه هست، پشتش دوتا شاخ قهوه‌ایه، اونجاست. بیا جوابو. دقیقاً هم اونجایی که نشون داد خودش. چشام هم شرلوک هولمزه. چشام. برو تایید کن تو کام. معمای بعدی. Find the owner of the cat. صاحب این گربه کیه؟ یعنی این گربه مال کیه؟ از کجا بفهمم؟ بچه ها دو حالت داره، یعنی دو تا جواب برای این دارم. تا کلا سه تا آدم هست، ولی سمت راستی که نیست، سمت راستی که نیست. یه نمیدونم، شاید سمت راستی هست، نمیدونم، قاطی کردم باز. یه چیزی آخه داره مچش پیچونده سمت راستی، نمیدونم، ولی مثلا میگم وسطیه نیست چون خیلی داره مهربون نگاه میکنه، انگار گربه خونشه. ولی اینم هست، اینم هست. ببین گربه پشت به این چپیه وایساده، یعنی احتمالاً گربه وقتی پشتشو میکنه یعنی اطمینان داره دیگه، مثل بچه که مثلا پشت به مادر میشینه، یعنی پشتشو میکنه به مامانشون، مثلا پشتش انگار ایمنه. فکر میکنم چپیه باشه، ولی به هر ستاشون مشکوکم واقعا. نه گربه کی بس جواب بگه. خراشاش رو پای اون است. مثلا بگم، ولی اون اصلا دلیلم این نبود و خراشه، نمیدونم، فکر کنم خراش باشه، ولی 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 اینو در میارم صدا آواز میشه، ولی نمیدونم. ولی 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 خفص با سلام. آقا دیدم اینو، اولین جواب غلط. حتی اصلا جواب ندادم، کشی که شاید دقل میگفت، میگفتم وسطی. سوالش مسخره بود، خیلی ریزه، من اینجا تصویر رو نمیبینم. من مانیتورم تخمیه. Which of them will bring more water؟ کی آب بیشتری میاره؟ نسبت به ظرفشون دیگه. سمت راستی ها بیشتر میاره. حالا چرا؟ شاید بگی چون ظرفش یه کوچیک‌تره، ولی چون شیرش بالاتره آب بیشتری توش جمع میشه، ولی اینکه آب ازش میریزه. به نظرم سمت راستیه. آره دقیقاً، دقیقاً. چقدر سریع گفتم اینو. بریم بعدی. What's the father's profession؟ شغل این پدر عزیز چیست؟ حماله. چه میدونم شغل این یارو چیه؟ کجا چوخش آرایشگره؟ ریشاش داره بلنده. از بچه از کجا میشه فهمید شغله کی چیه؟ هزار تا روش داره، ولی پای پیسته، پای کامپیوتره، زیر اونجاست، نمیدونم، نویسنده است، نمیدونم، چرا چی فرام نمیرسه، من میگم نویسنده است، زیر که ربطی نداره. اینجاست کامنت هاشه، بعد تو کامنت بگیم اینو. میدونم کسی کامنت گذاشته، کسی کامنت نذاشته بود، کسی کامنت نذاشته بود. خب آلن، رودی و فرانک لیون اسمایل میگه این سه تا عقب افتاده تو یک جزیره کوچیکی وسط اقیانوس زندگی میکنن. خب مهم نیست اصلا برام. خب یه روزی یه رونه گوسفند، چی میگم گوسفند، یه رونه کشتی دیدن که داره میره. خب میگه کشتی داشت آروم آروم نزدیک میشه. او میگه ناگهان یکی اونجا از رو اسکله، از رو عرشه چیز کرد، فکر کنم یه رونه گلوله زد با اسلحه‌اش، بعد دوز دریایی هم فکر کنم. آلن آتیش گلوله رو میبینه. خب رودی صدای گلوله رو میشنوه،
خب دیگه چی مون؟ آ فرانک هم گلوله میبینه که میفکر کنه میخوره به جزیره. عجیبه چجوری گلوله رو دید. خب اوکی. Who was the first realizer was shot. میگه کی اول متوجه شدی که یک شلیک اتفاق افتاده. سرعت نور از همه چی بیشتره. طبق اون اگه بخوایم بگیم آلن زودتر فهمیده چون سرعت نور بوده اون مثلا دیگه. دیدن. شنیدن که طول میکشه گلوله بخورم یکم مثلا یک میلیونم ثانیه طول میکشه. به نظرم آتیشه. یعنی آلن چپیه. جواب بیار. بس چرا حالا دلش چیه؟ The light speed is faster than the speed of sound. علم علمم هم زیاده. شما تو این کانال علم هم یاد میگیرید. چقدر زر میزنید. ولی علمی. اما همین سرعت نور بیشتر از همه. سرعت نور. آخرین نفر به احتمال اونه که صدا رو شنید. صدا از همش دیرتر میشه. خود گوله میخوره صدا بعد. و سرعت نور انیشتین زمانه ای مساوی ام سی دو پسر. Who's the kid's mother? کدوم مادر بچه است؟ دقیقاً همین چند دقیقه پیش بهتون توضیح دادم. بچه پشت به مادر میشینه. چون اینو من قبلا این معما رو نهایی هم یه دونه ولی عین اینو دقیقاً دیده بودم که بچه مثلا کدوم مادرشه. مادر بی مادر این بچه است چون بچه پشت به مادرش نشسته و سمت راستی درست. رو the kid is facing her mirrors and lights over the black shirt from the kid. She's more fans. بی آره بیه. He has her legs in front of blocking herself from the kid. چی بیه آقا؟ چی شد؟ داره توضیح روانشناسی میده. هر انتخاب یه چیزی واسه خودش بوده. اصلا هیچ کدوم دقیقا بچه مادر نبوده. این عینه که میگه مثلا اگر اول شیر را دیدی یا عقاب را تو اینجوری مثلا درونگرا هستید. او بیا برو معما بیار راست کنم شرلوک هولمز. خب معماهای بعدی اومد. The children came to class and find their teacher, Mr. Simons dead. میگه بچه میاد تو کلاس و میبینه که معلمش آقای سایمونز مرده. خب دمبل خورده تو سرش. دتکتیو گونزالز. کاراگاه گونزالز. از ما بگم بگین کاراگاه گونزالز. کاراگاه گونزالز میاد و enforces purse theft in this میاد که پرونده رو چیز کنه. Detective examined the body. کاراگاه بدن رو بررسی میکنه. دمبل زدم تو کلش واقعا. واسیر این هر ویری دمبل. با دمبل زدم با دمبل. دمبل زدم تو کلش مرده. تو باشگاه کشتن. یکی گفته داری اشتباه میزنی. زارت. Detective interviewed all the teachers. از تمام معلم ها مصاحبه که در واقع بازجویی میکنه کاراگاه گونزالز. احتمالا شما در نگاه اول چون مثل من خیلی هوشتون فضایی نیست میگید که معلم ورزشه چون معلم ورزش به دمبل مربوطه ولی نه کار معلم ورزش احتمالا نیست و یک گمراهیه حالا بعد ببینیم کار کیه و سادگی الان میشه فهمید بذار توضیح بده ببینیم حالا هر کی بازجوی خوبی میشم من معلم ریاضی میگه که معمولا معلم ریاضی ها قاتلن I flown in from vacation this morning از مسافرت تازه صبح برگشته اون چی رو ورقش نوشته الجبرا به جبر مربوطه خب میگه نمیدونم کی ممکنه اونو کشته باشه مثل سگ دروغ میگه خندش ناکن خود شیطان من مطمئنم قاتله معلم ورزشه میگه he was my friend why would I kill him میگه اون رفیقم بود چرا باید بکشمش اصلا اینکه رفیقت بود دلیل منطقی نیست و قطعا تو کشتیش دمبل دست تو بوده آره نه کار معلم ریاضیه من چون عقده دارم از معلم ریاضی معلم شی میگه I go jogging and exercise in the morning صبح میرم ورزش و دمبلش نگاه دمبل همون دمبل است دقیقاً ای معلم شیمی اول ببین از هر کسی انتظار داشتم جز معلم شیمی تک نمیکردم معلم شیمی تو بتونی اونو معلم شیمی کشید معلومه دمبل داره هر کی دمبل داره قاتله کاراگاه گونزالز چه اگه کاراگاه گونزالز اومده خودش بازجویی کرده چرا دیگه از ما سوال میپرسه خود جواب بده ما دیگه بایولوژی چیه معلم زیست چه معلم زیست خب ول ما اگه این معلم زیست داشتی من دکتر شده بودم I was drinking coffee in the cafeteria میگه تو کافتریا داشتم قهوه میخوردم چه بانوی چه معلم زیستی دارم ساعت شنی که میتونی از باریستا بپرسی باریستا میشه همون کسی که تو بارفه آقای سایمونز رو کشته معلم شیمی کثافت آشغال ولی من دوست دارم معلم ریاضی بیفته زندان باور کن معلم شیمیا رو دوست دارم جواب همین میشه آشغال یعنی واقعا هر کی دمبل داره اونو کشه شاید دمبل داره اونو نکشه نشد دلیل چیه اگر همون دمبل باشه دقیقاً خیلی معماهاش آسونه واقعا موز بد تیچه کدوم معلم بدیه حتما خانم بی معلم بدیه چون داره تنبیه میکنه و خانم ای اصلا من اگه معلمم خانم ای بود الان تا دکترا پروفسور الان من دانشمند بودم بود اصلا خانم ای اصلا مگه میشه معلم بدیم باشه جواب چی میشه جواب جزو کامنت هست قطعا معلم بی معلم بدی ای خوبه ای البته این که این چیزه این ای یعنی منظورم اینه که ای نه ای احسن به ای باریکلا ای خوبه خوب ای خوبه تموم شد کامل دیدیم نصف نه دمه تو گم تجیبی دمه رو برم خوشتون رو باشه از خانم ای نه از خانم ای نه از خانم ای خیلی خوشم معلم زیستم خوب بود تا ویدیو بعدی ما رو خودتون باشید لایک کامنت سابسکرایب تون نره و بنویسید چند تاش درست جواب بدید و در واقع چون آسون بود بنویسید چند تا غلط داشتیم من که یه غلط داشتم خدافظ